بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت شما مخاطبین گرامی در این برنامه قصد دارم که نقش سازمان یهود در انقلاب پنج و هفته ایران رو با هم مورد بررسی قرار بدیم اما لازمه اون این هستش که قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم آشنایی مختصری با این سازمان و نقش و عملکرد اون در جهان بپردازیم همینطور که میدونیم سازمان یهود به اسامی مختلفی چون فراماسون ها یا ایلومیناتی معروف هستند و مقر اصلی اونها در آمریکاست و یکی از نمادهای اصلی این سازمان نماد تکچشم هستش که این نماد رو به عنوان چشم جهان بینی میدونن و بر این باور هستند که تمامی جهان و تحولات آن زیر نظر اونهاست اونها حتی این نماد رو بر پشت یک دلاری آمریکا نیز ترسیم کردند که نشانگر سلطه این گروه بر اقتصاد آمریکا و به دنبال اون تسلط بر اقتصاد جهان هستش. خب بعد از ظهور آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی و با توجه به تسلط این سازمان بر کشور آمریکا اونا اقدام به اجرای بسیاری از حرکت های سیاسی و نظامی در سرتاسر سر دنیا کردند و از طریق کودتا و یا طراحی انقلاب های مختلف باعث تغییر یا سرنگونی حکومت های بسیاری در جهان شدند. همین امر باعث شد که اونها خودشون رو طراحان نظم نوین جهانی معرفی کنند. در نتیجه بیشتر حاکمان کشورهای ضعیفتر ناچارند اهداف و نقشه های سازمان یهود رو بپذیرند وگرنه این سازمان در جهت سرنگونی اونها تلاش خواهد کرد و اونها رو به دردسر خواهد انداخت. این سازمان برای کنترل آینده جهان و حفظ قدرت خود از طریق پیشگویی‌های ثبت شده در کتب آسمانی همواره سعی در کنترل وقایع جهان داشتند این گروه با داشتن برخی از علوم حساب در کتاب خداوند به دنبال به دست آوردن زمان تولد و مکان ظهور و شناسایی مود خداوند بودند تا بر علیه ایشان برنامه ریزی و اقدام کنند تا بتونند قدرت خودشون رو همچنان در جهان حفظ نمایند زیرا با ظهور مود خداوند اونها باید تمامی قدرتی را که به دست آورده بودند در اختیار مود خداوند قرار میدادند و در خدمت ایشان بودند این سازمان با همکاری برخی از آخوندهای خائن که از علوم غریبه و حساب ابجد سررشته داشتند متوجه شده بودند که در ابتدای سوره رحمان به تولد انسان یعنی موعود اشاره شده است از اونجایی که در این سوره میفرمایند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اونها به خوبی متوجه شده بودند که آیات ابتدایی سوره الرحمن به خلقت یک انسان خاص اشاره دارد چرا که اگر این خلقت مربوط به کل انسان ها بود باید آیه خلق الانسان قبل از آیه علم القرآن می آمد در صورتی که بعد از یاد دادن قرآن میفرماید خلق الانسان یعنی تولد یک انسان خاص که از آیه بعد مشخص می شود این انسان همان موعود خداوند است که بیان و روشنگری کتاب قرآن را آورده است و میفرماید علمه بیان این سازمان با در اختیار داشتن برخی از علوم حساب شروع به حساب و کتاب برای به دست آوردن زمان تولد مود خداوند کردند. به این صورت که بیشترین تکرار کلمه رحمان در سوره 19 قرآن یعنی سوره مریم می باشد خب همینجا بود که به امر خدا و خواست خداوند اشتباه محاسباتی سازمان یهود پیش اومد اونها با توجه به کلمه اررحمان در سوره مریم تاریخ تولد موعود رو میلادی پنداشتند به این صورت که ترتیب سوره مریم 19 می باشد و اونها تعداد آیات سوره الرحمن رو در کنار ترتیب سوره مریم قرار دادن و به تاریخ 1978 میلادی برابر با سال 1357 شمسی رسیدند و سازمان یهود موجبات سرنگونی شاه و به قدرت رسیدن آخوندهای خائن رو در ایران فراهم نمودند تا اونها بتونن به خیال خودشون از همان تولد مود از طریق این شیاطین با ترویج شرک در دین خداوند و ایجاد فقر در سرزمین ظهور با موعود خداوند مبارزه کنند و دشمنی خود رو با او آشکار کنند در صورتی که اونها به امر خداوند راه رو بیهوده رفتند و معود خداوند جناب آقای صادق حیدری که در برنامه های قبل ایشون رو خدمت شما معرفی کردم در سال 1357 وارد سن 21 سالگی میشن زیرا ایشان متولد سال 1337 هستند که در صفحه 38 از کتاب الف لام میمزال کل کتاب ایشون یک برگ از کپی شناسامه خودشون رو به عنوان سند منتشر نمودن در حقیقت سازمان یهود برای بدست آوردن تاریخ تولد مود خداوند قافل از اعداد سیر و بسم الله بودند و این فرق بین حق و باطل است که اونها راه رو بیهوده و اشتباه رفتن پس انقلاب 57 ایران حاصل پروتکل سازمان یهود بود برای جلوگیری از امر ظهور و خونسا کردن اون و آن مردمانی که برای اسلام انقلاب نمودند چون معنی اسلام رو یافت نکردن ویرانش نمودند خب بدونید که دشمنی آخوندها و سازمان یهود ساختگی و نوعی جنگ زرگری هستش و این دو گروه در پشت پرده بر علیه معود خداوند و مردم ایران با هم همدست و همپیمان هم هستند و همواره برای نابودی مردم ایران در حال تلاش هستند خب گفتیم که نماد تک چشم یکی از نماد اصلی این سازمان هستش. این سازمان برای نشون دادن قدرت خود معمولا در کشورهای زیر نفوذ خودشون نمادهای خودشون رو بنا میکنن تا نشوندنده سلطه این سازمان بر اون کشورها باشه. اما شاید شما عزیزان و با توجه به آیاتی که قبلا مطرح کردیم طبق سوره الرحمن و سوره مریم به این باور و اعتقاد نرسیده باشیم که اونها از طریق حسابی که به اشتباه انجام دادن اومدن انقلاب پنج و هفت رو رقم زدن اما خب گفتیم معمولا اونها نمادی از خودشون به جای خواهند گذاشت و من میخوام اینجا اونها اون نمادی رو که در انقلاب 57 طراحی کردند و انقلاب 57 رو به وجود آوردن به شما نشون بدم به عنوان سندی که بدونید که انقلاب 57 حاصل پروتکل سازمان یهود بوده خب همینطوری که مشاهده میفرمایید این همان نماد می هستش که اونها در وسط میدان انقلاب تهران بنا کردند که نشانگر سلطه این سازمان بر این رژیم آخوندی هستش و شما عزیزان میتونید این تصویر رو از طریق گوگل ار خودتون مشاهده بفرمایید اونها خائنینی چون خمینی و خامنه ای رو در سرزمین ظهور اووردن تا بتونن از طریق این خائنین بر علیه موعود خداوند و شما مردم ایران گام بردارن حال شما ای مردم ایران که فرزندان خودتون رو به اسم اسلام از دست دادین حال ای بسیجیان و سپاهیان و نظامیان و ای مردم ایران زمین بدونید که خداوند در قرآن خامنه ای رو به عنوان شیطان معرفی نموده پس از گام های او پیروی نکنید آیا این شیطان یک دست جز دشمنی با دیگر امتها جز ظلم و ستم جز فقر فساد و ویرانی و بیخانمانی و ویرانی سرزمینمان چه کرده است که او را ولی امر خود کرده اید که خداوند متعال در سوره نحل آیه 63 میفرماید او امروز سمت ولایت دارد آیا خامنه ی شیطان سمت ولی امر مسلمین را برای خود بر است؟ پس ای مردم ایران زمین اگر امروز این پیام را میشنوید فقط خداوند را ولی خود قرار دهید تا هم خود و هم فرزندانتان از شر این شیاطین انشاءالله خلاص شوند شما مخاطبین عزیز میتونید کتاب موعود خداوند رو از آدرس وبسایتی که در توضیحات نوشتم این کتاب ها رو به صورت رایگان دانلود کنید نکته قابل توجه این هستش که اسامی کتب برگرفته از آیات قرآن کریم هستش اما متن اونها کاملا به زبان فارسی هستش انشاءالله این برنامه نیز مورد قبول شما قرار گرفته باشه در برنامه بعدی انشاءالله به معرفی شیطان در کالبد انسان که برای اولین بار موعود خداوند اون رو مطرح, مطرح فرمودند خواهیم پرداخت و سلام و علامن تبل و دین حق